گندم و دارو خب خطوط قرمز ارز 4200 تومانی بودن و الان صراحتا گفتن که حذف میشه. آیا ما باید منتظر افزایش قیمت این کالاها باشیم؟ درود بر شما. این سیاست به باور من از روز نخست محکوم به شکست بود. دیروز بود داشت اما سوخت و سوز نداشت. ما همون موقع هم گفتیم که راه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ایران که امروز متأسفانه بخش بزرگی از مردم رو شامل میشه این نیست، ولی گوش مسئولان و اقتصاددانان حکومتی بدهکار نبود، چون کسانی که خط و ربطی به حکومت داشتن از قبل این سیاست ثروت‌های کلونی به هم زدن. اما هرچند ناموفق، این سیاست بازار رو چنان گلالود کرده که حذفش شوک سنگینی به تمام حلقه های زنجیره تأمین و توزیع و فروش وارد خواهد کرد. اون وارد کننده، تأمین کننده و تولید کننده‌ای که تا دیروز برای گرفتن ارز مفت دست و پا میشکست، الان میشینه کنار ماستش رو میخوره. حالا بعضی هم البته قطعا زیان خواهند کرد و ورشکست خواهند شد، اما در نهایت مردم میمونن و حوزشون. به حذف شدن ارز 4200 تومانی بیفزایید تورم فزاینده رو. فقط حذف ارز نیست، داستان تورم در کنارش که موضوع رو خطرناک میکنه. موضوع فقط به باور من گرانی نخواهد بود. من فکر میکنم مردم باید خودشون رو برای نایابی اجناس و کالاها آماده کنند. خب مسئله اقتصاد کشور رو میبینیم یه موضوع امنیتی کردن. محسن رضایی رو داشتیم که چند وقت پیش به ارگان‌ها نامه نوشت، ابلاغیه داد و حتی از صدا و سیما خواست که فضا رو آروم کنن که مردم نتونن، یعنی حتی واکنش‌های مردم رو بتونن کنترل بکنن. چرا اساساً باید همچین موضوع امنیتی بشه؟ هرچند باعث تأسفه، اما من و شما میدونیم که اینا راه دیگری بلد نیستن. بهترین راهی که این بزرگواران برای مواجهه با همه اتفاقات ناخوشایند میشناسن همینه. مضافاً اینها پیرو تز پروپاگاندای گوبرز هستن هنوز و تصور میکنن اگر بتونن افسار افکار عمومی رو به دست بگیرن، اون وقت میتونن حقایق ناخوشایند رو پاک کنن و دروغ‌های خوشایند رو جایگزینش کنن. یه بخشی از داستان هم البته برمیگرده به کشمکش های سیاسی داخل ایران. اگر خاطرتون باشه دولت آقای روحانی مدت ها شاکی بود که صدا و سیما همکاری نمی کنه و رسانه های رسمی مقابل سیاست هایشون سنگ اندازی می کنن و این موضوع رو یکی از دلایل ناکامی سیاست هاش می دونست. حالا الان فکر می کنن که با همکاری رسانه های حکومتی می تونن افکار عمومی رو کنترل کنن. یک داستان فکاهی دیگری هم البته در بینه، اونم این که در سالهای اخیر به ویژه رتوریک انتظارات تورمی بیش از پیش نزد سیاستمداران کشور ما محبوبیت پیدا کرده. ببینید، ادبیات تورم در قرن 21 بسیار پیچیده است و اقتصاددانان مهمی در دنیا بیش از پیش دارن بهش توجه نشون میدن، اما دریافت آدمهایی مثل آقای رضایی موضوع رو سطحی و فروکاسته میفهمه. اینا فکر میکنن که با کنترل افکار عمومی میتونن تورم رو عملا مهار کنن، در حالی که واقعیت علم اقتصادی نیست. متشکرم از توضیحات شما. محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار اقتصادی.